باش خانم، شهید کجا به دنیا اومد؟ تو خونه یا تو بیمارستان رفته؟ تو خونه. تو خونه بوده. مامای خونگی داشتین؟ آره. خوب، بعد فرد خاصی رو شما در نظر داشتین که برای زایمانتون اینا می اومد؟ اون مامای خونگی یک فرد خاصی بود یا نه؟ می نه. نفسه داد. او اصلا می سرشناسا بودن مثلا خانگی. ما هرچی فرزندشه می خونه دکتر و مکتر نرفتیم. همه طبیعی بوده. هاش خانم، تو دورانی که به حساب باردار بودین، شهید و باردار بودین و حامله بودین، اون زمان چه کارهایی رو مقید بودین که انجام ندین، چه کارهایی رو انجام بدین که به حال روی بچه تاثیر بذاره یا نذاره؟ ما همه کار انجام دادن. هر هفته هفتاد من آرد ما نون میکده خوب پخته میکده. چه ذکرهایی رو میگفتین در دوران بارداریتون؟ همه صلوات میفرستیم، همه ذکر خدا رو گفتیم، همه انزلنا بخوندیم، نون بخوندیم، پخته انزلنا بخوندیم، همیشه قربان الله بخوندیم. من به راست ما دوسته. یه چیزای خاصی رو نمیخوردین که به اصطلاح بگیم مثلا مثل که سیبو میگفتن سیبو بخوری بچه خوشگل میشه، یا حالا مثلا اینجور چیزا رو قدیمی ها بیشتر روش تاکید داشتن؟ ما هیچی نخوردیم، بچه همه ماشالله بسید بوده، ماشالله همه خوشگله. دوران بارداریتون هم میرفتین هرم؟ بله. شما میگین دوران بارداری و دوران حاملگی تو قایم بودین، اینجا بچه ها به دنیا نیومدن؟ نه. چرا؟ شهید اینجا به دنیا اومده؟ خب دوران بارداری که به صاحب شهید و باردار بودین و حامله بودین میرفتین هرم؟ بله. خب چیکار میکنین؟ چه موقع میرفتین؟ چرشم بگی مرتب. خب. نما جمعه مرتب. تو هر هفته بعد دو دفعه سه دفعه برم پیش مامتون. خب به سلامتی انشالله. قرآن و اینا که گفتین سواد نداره؟ سواد قرآن نداره، ولی هرچی که سهر قرآن میخونه تکرار میکنم. تو خونه تونم مراسمی داشتین؟ مثلا زمانی که باردار بودین، زمانی که حامله بودین؟ هر سال ده روزه میداره. چه وقتایی رو؟ بله. چه وقتایی رو ده روز؟ عاشورا. عاشورا. آها، دهی اول محرم. بله، دهی اول محرم. خب خدا حفظتون کنه انشالله. هاش خانم، زمانی که شهید به دنیا اومد، حاج آقا کنارتون بود یا نه؟ بله. خب میشه یه خورده برام توضیح بدین چیکار کردین؟ بله. زمانی که شهید به دنیا اومد، این حاج آقا که خونه بودن دیگه، کنارتون بودن، درسته؟ وقتی که چشمش به شهید افتاد، شما به شما چی گفت؟ خوشحال بودن؟ خوشحال بودن. خب دوست داشتین بچه‌هاتون بیشتر پسر باشن یا دختر باشن؟ ما هیچ فرق نمی‌کنه. فرق نمی‌کنه. دختر و پسر هر چیه، ما چت اینا درست میشن. همه راضیم. همه دخترم ما ماشاءالله، همه خوبم، پسرم خوبم، خدا رو شکر الحمدلله. همه پوشیده، همه مؤمن، همه لیسانس، همه ماشاءالله. خیلی دختر خوبه. خب باش خانم، حاج آقا اولین صحبتی رو که وقتی که شهید رو به دستش دادیم بعد از زایمان، وقتی بهش دادی چی به شهیدت گفت؟ مثلا همون بچه کوچیکه وقتی کوچیک بود بغلش گذاشتی چی بهش گفت؟ به غیر از اینکه خندید. ماشاءالله ماشاءالله نه خدا. آفرین. خب باش خانم، از آن اقامه رو به کی توی گوش شهیدتون گفت؟ از آن اقامه رو کی تو گوش شهیدتون گفت؟ همین آقا مرزا ما سواد داشتم اونا تو گوشش. آقا مرزا؟ بله. آقا مرزا کیه؟ شوهر آبجی. شوهر خواهرتون؟ شوهر خواهرتون چی کاره مگه؟ قرآن خونه آمدون بلان قاری قرآن هستن. هاش خون، وقتی شهیدتون به دنیا اومد کامشو با تربت سید الشهدا برداشتین؟ کی کامشو برداشت با تربت؟ کامشه مادر بزرگ. مادر بزرگه خود شهید؟ بله، سید بیبی. آها، مادر پدرشون. بله. مادر پدرشون. حاج خان، دوست داشتین که به جای مثلا پسر دختر باشه که وقتی شهیدتون به دنیا اومد با خودتون نگودی کاش که این دختر بود به جای این پسر؟ نه. نه؟ چه ساعتی به دنیا اومد؟ صبح بود؟ شب بود؟ شب. چه ساعتی؟ ساعت ده بود و بعد ببون چیزی داری؟ زمانی که زایمان میکردین اون ذکر رو که میگفتین، ذکر خاصی رو تکرار میکردین هاش خانم؟ یا علی یا امیر المومنین. ذکر یا علی داشتین به زبونتون. خب این ذکر رو کی بهتون میگفت که مثلا اینو تکرار بکنین؟ خودتون همیشه دوست داشتین. شیر خودتون رو خورد هاش خانم؟ شیر خودتون. اینقدر شیر داشته که چند تا سید و بچه من بزرگ کردن بقیه که بشن برادر خونده و خواهر خونده. خیلی شیر زیاد داشتم.
خب باش خانم، فرزند شهیدتون بچه آروم و ساکتی بود؟ خیلی، مثل بره بودم به شما. سن ما کشاورد اینا مالدار بوده این بروبه اینا شیر میداده موجا سن صدای ندر نمی آورده. مثل حالا مای بی بی فلان نبوده از خانم. من اینا حرفا دو چرخ میکردیم با اینا زندگی بکردم. اینجوری خوبم بودن، سالم هم بودن. بعد تاش خانم، این ساکتی شهید رو که میگی نسبت به خواهرش، خواهر برادرش ساکت تر بود آره یا نه؟ کل همش همین کل به چامه ما سن نفهمی به چه شیر برداشتیم ندیدیم، همه ماشاءالله ساکت و مظلوم بودن. محمد آقا چه فرق با خواهر برادرش داشت؟ خیلی زیبا بود، زیبا همه شرطم، ولی این اصلا یک چشم کرده قشنگه، اینقدر چشمم رو قشنگ، اینقدر این لفوی قمه اکسش نگاه بایی اکسش ها اصلا این اکسی که هیچ اصلا نور دیمه بود، خیلی شکل بود. چرا فکر میکردین که یا احساس میکردین که این نوری ازش چیز میکنه؟ به خاطر چی بود؟ من همین احساس میکردن که من نرفتم که روزه امام حسین گیریم که شیر مخور عشق من تر سینه ای بشم و مکیم مخور. آها، عشق روزه های سید و شهدا تاثیر گذاشته روش. حتما هم همینجور همیشه هم بوده. هاش خانم، محمد آقا بیشتر به خودتون وابسته بود یا به پدرش؟ به هر دو تا این فرق نمی فرق نمی کرد. از من بیشتر بیشتر به خودتون وابسته. کاراش خودتون انجام میدادین. به من دیگه که میخواست بره آمد خدافزی که چند کیلو بادم بود و مثلا اولو بود و بری خاله آباد بری ما آباد اینا خدافزی دو شب آمد اینجا پلو ما به خوهرش اینا های توری جده میگرد من مرا انشالله که اگر سلامتی آمده یک فرش به حرم هم آمده انشالله انشالله. هاش خانم، محمد آقا اهل مسجد و حرم هم بود؟ بله خیلی علاقه داشته. از هم بچگی؟ از همون بچگی گرد. چند سالش بود که؟ هفت سالگی بود اینا نماز میخوند. نماز خون بودن. کی نماز خوندن رو بهشون یاد داد؟ اونا بابا اینو بی مادر بزرگ مادر بزرگشون بهشون بله بهشن. اینا همه عقل نماز بودن اینا که یاد نداشتن بلند نماز بخونه اینو پشت سر یاد. خوشم، محمد آقا وقتی کوچیک بود شما چه قصه هایی رو بیشتر براش میگفتین؟ شعر میخوندین براشون؟ لالایی خواسته میخوندین؟ چی براشون میخوندین؟ میشه بگیم برای ما؟ ایب نداره، شما بفهمید. گیده لالایی بگفته مثلا قصه برای شما گفته. قصه ها درباره چی بود؟ قصه هاش درباره چی بود؟ مثلا درباره چی میگفتین برای شهید؟ و اونجا به قصه ها نمیرسیده، همه دوی شیر میداده برفتن دوبار کارا. خب مثلا شعر خواستی نمیخوندین وقت شیر دادنتون؟ لالایی خواستی براشون نمیخوندین؟ اون زمان ها که مخوندن گیره حالا که یادتون نیست. محمد آقا بچه درس خونی بود؟ بله. تا کلاس چندم درس خونی؟ تا دیپلم گرفت. دیپلم گرفت. چه رشته ای بود؟ میدونی چه رشته ای؟ رشته ای نمیدونی. عمر اومده اون که هفتاد و پنج سال بود چند ساله داره. هاشم، این محمد آقا برای از لحاظ اخلاق و روحیاتشو که به صاحب چیز میکرد در نوجوانیش مثلا 15 ساله 16 ساله بود چه جور اخلاقیاتو داشت؟ با مردم چه جوری رفتار میکرد؟ اصلا اخلاقش هیچ وقت تند همیشه خوب بود، آروم بود، آروم بوده، با هیچ که درگیر نمیشه، با هیچ که همیشه خنده نمیشه. مردم چه جوری میشناختنش؟ همسایه‌ها چه جوری میشناختن؟ از چه لحاظ اینو میشناختنش؟ چه جوری باهاش رفتار میکردن؟ شاید آقا مثلا سلام و اوی که مثلا من رفتم مثلا با هم دیگه جایی من رفتم یا آمدم راضی بودن از هم دیگه مثل خواهر برادر بودن. ازش راضی بود؟ بله. به خدا به مردم هم کمک میکرد؟ بله کمک میکرد به دیگرون؟ خب به دوستاش داشتن کمک میکردن، نداشتم که چونو سر سامونی نبود اون زمانا. نه خب مثلا میگم از لحاظ حالا کاری داشت، همسایه، دوستی، بله. رفیقی کمک میکرد؟ بله هم کاری میکردن. یعنی بچه ها خیلی دیدن اصلا بخاطر نمیدون که این بچه ها با یک تو بهش ها گفته بشن دوست دارن اینقدر بچه دوست الان نوستار بچه هم سادار همه دوست خدا حفظتون کنه انشاءالله. هاش خانم، شهید چه ورزشی خاصی رو میکرد؟ چه ورزشی میکرد؟ چه ورزشی رو دوست داشت؟
که کاری؟ نه نه ورزش، ورزش. چه ورزشی رو میکرد؟ ورزش که اینو به ورزش نمیرسیدم، این کار کشاورزی بیشتر بودم. کار میکرد. اول انقلاب شهیدتون با انقلاب چجوری آشنا شد؟ این خیلی اول هم دور سپاه و این بر اون بر رام رفی بر اون بر که خوش شرکت کنه ایجاری خیلی دوست داشت. اصلا همیگه آخر گیده رفته تو مسئول مسجد برجن، تو برجن این خانمشون داماشون کوچکتر بوده دوتا داماشون، این خانمشون در روستا داشت گیده از این فرزند داشت، سه فرزند داشت، دو دختر یک پسر. خود شهید؟ بله. محمد آقا؟ بله. خب بعد این بوده سر مسئول مسجد بوده که مثلا خرج و چوی فلانی آنون میدن. محمد آقا رو مگه شما دامادش کردی؟ زودتر داماد شد. چند ساله بوده دامادش کردی؟ 17 ساله. 17 ساله دامادش کردی؟ چقدر زود. زود داماد شد. قبل از انقلاب؟ من روستایی بود، من خود آدم های خوب بودم. این حامله شده بود سه بلو. این دخترش بسا دو دختر بوده یک پسر. خب. یه اینا نوما نوروز همه بود شده بود. اینا به دنیا آمدم مشخص شد یه دختری پسر. دکتر میگه اینا جادار نبوده شکم بزرگ بشن. 24 سال زنده بوده. آخه چند تا از بچه های شهید زنده مونده؟ 24 سال. فقط ستایشون؟ ستایشون فوت کرده؟ کوچیک بودن. روش نگده بودن. خب. روش نگده بودن. مثلا مشخص بید پسر ای دختری.